بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. بزرگان عزیز وطن حاضر در مجلس، خواهرها و برادرای گرامی، به همه تان خوش آمدید میگویم به ابتکار بسیار عالی وزیر صاحب محترم فائد عامه ما و همکاران عزیزشان. البته ما به یقین که بهبود وضع تونل سالنگ و ایجاد و ساختن راه‌های بدیل از اولویت‌های نهایت مهم کشور ماست، به دلایل اقتصادی، به دلایل اجتماعی رفت آمد مردم ما و به دلایل وصل کشور ما به همسایه‌های ما. آینده بهتر اقتصاد کشور ما در داشتن سهولت رفت آمد است و ایجاد راه و تونل در سالنگ ها از هر لحاظ به خیر افغانستان است. ورونو پخپل ارائه که در طرح و در نقشو چه شپرش ترهیوه بلاخره مرس در رحنمایی وکلو چه دوی لنظر دوهم او درهم طرح بهتره ده. نو چون کارپوه دوی دی او انجنران دوی دی او مسلک دوی دی موش با دوی پر طرح و لارسو ارا طرح چه زمور وزارت فایده ما و زمور با تغذیسین در افغانستان پخیر بولی، هم در تخنیکی لحاظه، هم بیا در ساتن یا مراقبت در لحاظه، او هم در اغای در اقتصادی اثرات رو بجه پاینده که موجه تاییده او او خوشحال پا دیو چه دلتا در بین ملی تورین زیر نماندگان هم ناستی او هم پا دیو که دل چسپی لیدی خو که خارجی پیسی هم نوی افغانستان به په هر صورت دا طرح تطبیقی چې په خپل مصرف هم په خپل پیسو هم دا طرح به موږ حتما تطبیقو. دا زموږ دپاره حیاتي ده او په تمام معنا یې تایید کړو. خو خوشحاله په دې یو چې بینالمللي ټولنه په دې طرح کې کوشش راسره کوي او غواړي چې راسره سهم ولري. نو چون خبره فیصله ده په دې کې ډېر بحث فایده نه لري، زموږ دخوا تایید ده او اوس نو تاسو پوهېږئ او خپل مو کوشش پوهېږئ چې ژر تر ژره تطبیق کړي وسته فایده ما درست است. بارزی اگر کدام حکم کار داشتین برون برتان امضا میکنی. ولی میایم به یک مسئله مهم دیگه که از دو سه روز به این طرف ده ذهن ماست. ما مردم افغانستان با مطبوعات خود، با رسانه های خود، با تلویزیون های خود، با تبصره‌گرها و تبصره نگار های خود، با متخصصین سیاسی و سخنورای خود آزادی کامل دادیم که در مطبوعات هر چی که دلشان میخواید بفرمایید. آزادی مطبوعات افغانستان در جمله بهترین جهان است. جهانی ها میره قبول دارن، ما هم دیدیم. تلویزیون های ما و اونایی که صاحب دید و سخن هستند، هر دیده که باشه، با آزادی کامل صحبت کردند، بر حکومت انتقاد کردند، از هر ناحیه‌اش انتقاد کردند، بر شخص ما انتقاد کردند، شدید انتقاد کردند، هر چی که دلشان آمد گفتند، ولی بازم حمایتشان کردیم،
و تقویتشان کردیم و کمکشان هم کردیم. رسانه هایی هستن که ما شخصا با امرایشان کمک کردیم که رونق بگیرن و پیش بیان و در جمله مطبوعات و رسانه های افغانستان کار کنن و پیش برن و با آزادی کاملی کار خود پیش ببرن. اما میبینیم که بعضی وقتا بعضی رسانه های ما، نه همش، بعضی رسانه های ما، بعضی رسانه های ما، بعضی تلویزیون های ما، بعضی اخبار های ما، نه همش، بدسته کوشش به این دارن که وحدت ملی ما را تخریب کنن. قوم قوم بازی، زبان زبان بازی. اگرچه هیچ اثر سر ملت افغانستان نمیکنه، حالا خبر شویم که چی میگه. هیچ اثر نمیکنه. قطعا اثر نمیکنه. یک اصلاحی در وطن ما صبر نمیکنه. هیچ اثر نمیکنه. ولی باعث یک شهروندی کشور و باعث یک مملکت و دولت و وظیفه‌ای که برای حفظ منافع ملت داریم، این را باز وظیفه خود میدانیم که اونهایی که چی از تعصب خود، چی از وظیفه گیری خود از بیرون که تخریب وحدت ملی افغانستان میکرد، به مقابلشان بیستیم و به تمام قوت قانون و خشونتش در این مورد قانون تطبیق شد. دیدیم ده چند روز گذاشته که در تلویزیون های افغانستان در بعضشان در اکشان با مردم افغانستان توهین میشه. هر خانه ای خاک ملت افغانستان است. هر خانیش، هر خانه ای خاک، چه دو خانه یک فردی باشه در بالاترین قله های پامیر، چه خانه یک فردی باشه در دشت های نیمروز، اون ملت افغانستان شد. فرد فرد ما ملت استیم، با مجموعی ما ملت استیم. پس اونهایی که ملت افغانستان را توهین میکنن، زبانهایش را توهین میکنن و تعصب پراگنی میکنن، اینا نماینده های افغانستان نیستن. نه نماینده های مردم افغانستان، نماینده بیچارگی و تعصب خود هستن. نماینده افغانستان او اولاد فاریاب است که چند وقت پیش شش تن بچه فاریاب ما در قندهار شهید شدند. نماینده افغانستان او فرزند ننگرهار است که یک هفته پیش در فاریاب شهید شد و تاریم و تین نداشت که پس بیارش بر ننگرهار. نماینده افغانستان او بچه های بدخشان است که هر روز در گوشه و کنار کشور شهید میشن. نماینده افغانستان او اولاد هراتی است که هر روز در کابل و در کاپیسا و در لوگر شهید میشه. یا او بردگی، یا او پکتیکاوایی، یا او بامیانی، یا او داکندیوال، یا او هلمندی است که در گوشه و کنار کشور شهید میشه. او افغان است، او از خاک است، او نماینده قومی خاک است. یا او متولی زیارت خواجه عبدالولی است که 12 سال پیش ما گفتمش کاکا بارز یک خربزه برم داد، زیارت کوچکی با یک دوکان که 3-4 دان خربزه در اونجا بود. دوکان نبود، یک خارخانه بود. قصر برتان بارها گفتیم در راه بدخشان، در از فیض آباد به بهارک میرفتیم. متولی زیارت خواجه عبدالولی اونجا گشنه بودم، 11:30 روز بود، یک خربزه برم داد، خورترک یک خربزه بود. ما گفتم کاکا خدای دوکانت که از خار ساخته شده بود
برابر تمام افغانستان کران کنه و آباد کنه. او گفت نه صاحب، خدا افغانستان رو جور کنه، دوکان ما هم جور میشه. او نماینده افغانستان است، نه اینهایی که در تلویزیون هاشتن و توهین به ملت افغانستان میکنن. توصیه‌ام به مطبوعات عزیز کشور، با احترام کامل که ثابت شده که باش آزادیتان داریم، هر چقدر که مرا داغ بزنین، داغ بزنین. هر چقدر حکومت بد میگین، حق هم داریم، بسیار بد یاد حکومت است. هر چی میگین بگوین. خارجی ها رو خواست ترس چیز گفتن میتونین. اونا رو صفت کرده رئیستین. ولی آبادی شما، آید شما، از این مردم، از وحدت ملی خاک است. نباشه یک تان یک سانه دی کابلستان میتونین. فراموش نکنین که همه مهاجر بودیم و در بدر بودیم. عزت که امروز دارین، در تلویزیون ها میشنین، کسی نکتایی بسته کرده، کسی لنگی بسته کرده، کسی پکول دستر کرده، کسی کلا دستر مونده، کسی چپان مونده، کسی قلیفه ده مونده. یه زور این ملت است که شما هر روز دا میزنین. پس تلویزیون های ما سر از امشو به اختیار خود، از نیت خوب ملی خود، برای با یک صدا و احترام به ملت صلا کنند و احترام به وحدت ملی ملت صلا کنند، زبان های ملت صلا کنند، هر زبانش. یکی از بزرگای پشتون در پاکستان، از بزرگای بسیار بزرگ پشتون در پاکستان، خان عبدالصمد خان اچکزئی که مشهور به خان شهید است، برای صدایش بر افغانستان و اتحاد کشور شهید شد. خان عبدالصمد خان در هر محفل که میششت در پاکستان، در کویته، در چمن، در گلستان، در کجا، در کجا، در پشاور، بازی همیشه مردم میگفت پشتونهای پاکستان و پشتو زبانها را که در پشتو فارسی را دخیل بسازین و فارسی را یاد بگیرین و فارسی صحبت کنین. همیشه یک گپ میزد. باز یکی از شاعرای وطنکی پشتو زبان کویته راجع به این سخنهای همیشگی خان عبدالصمد خان، خان شهید، یک شعر گفته. او شعر ما 5-6 سال پیش سوانه خان شهید میخوندم، در کتابش با شعر برخوردم که امروز آوردیم که بر شما عرض کنم، تا اونایی که تعصب پخش میکنن پند بگیرن از خان صمد خان، رهنمای پشتون در پاکستان. شعر طور است: اڅکزئی خان وای بیتونه په پښتو جوړوه. اڅکزئی خان وای بیتونه په پښتو جوړوه. ما عربي ورګډوه، ما هندکو جوړوه. د انګریزي له تورو خپله ژبه پاکه ساته. فارسی ملګری د پښتو سره بې باک لره. فارسی ملګری د پښتو سره بې باک لره. بشنوین تلویزیونای افغانستان و ای عمل اختیار کنین، وحدت ملی را تقویه کنین، زبانهاش احترام کنین، گد و ود کنین پښتو و فارسی را قسمی که ما دم 12 سال کردیم. ایره وطن میگن، نه تعصب باراگانی. خیر باشین، بسیار خوش آمدین و سه فایده ما کامیاب باشین. انشاءالله که ما هم زنده باشیم و دی سالنگ بطرات دموتر را بریم بیم. بخیر باشین. با امان خورت. با امان خورت.